سرخط خبر. اگر پیمانی بسته میشه همه و همه در چارچوب مصالح ملی است و کسی تصور دیگری در ذهنش نباشد. مراسم سالگرد انقلاب زیر سایه اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا. ظریف میگوید فرصت واشنگتن رو به پایان است. 4 انفجار مرگبار در کابل. معاون رئیس جمهوری افغانستان وعده انتقام داد. واکنش به یافته‌های کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در ووهان چین. آمریکا خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره منشأ کرونا شد. و درخواست پزشکان از مردم گول اطلاعات نادرست درباره کرونا را نخورید. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. من مجید افشار هستم. مقام های ایران امروز 42مین سالگرد انقلاب را در شرایطی برگزار کردند که بحران هسته‌ای و مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به تحریم ها دوباره اختلاف های داخلی را افزایش داده. رئیس جمهوری در سخنانی بر لزوم مذاکره تاکید کرد. سخنانی خطاب به مخالفان داخلیش. حرفای 2 روز پیش وزیر اطلاعات هم که گفته بود ایران ممکن است زیر فشارهای بین‌المللی به طرف ساخت سلاح هسته‌ای برود، همچنان در داخل و خارج ایران واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته که اسرار ناجی گزارش می‌دهد. اون روزی که ما شاهد باشیم 5+1 به تعهدات خود عمل کرده اند. سایه سنگین بحران هسته‌ای در این 42مین سالگرد انقلاب، سالگردی سوت و کور که به علت نگرانی ها از امکان اوج تازه همگیری بیماری کووید 19 عمدتاً از راه دور یا مجازی و ویدیویی برگزار شد. اگرچه خیلی از طرفداران حکومت این بار نه پیاده که با ماشین و موتور به خیابان ها آمدند. مذاکره چیز منفی نیست. مذاکره جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن دنیای امروز و نه امروز که ارث پیامبر بزرگ اسلام است. اینجا رئیس جمهوری در سخنانی در این سالگرد در شرایطی که ایران زیر شدیدترین تحریم هاست از نیاز به مذاکره صحبت میکند. سخنانی خطاب به تندروهای داخلی که او را سازشکار میدانند و ضعیف. اگرچه او اینجا گفت ایران تنها هنگامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای برمیگردد که قدرت‌های جهانی اول به تعهداتشان برگشته باشند. نوعی مذاکره از طریق رسانه ها. With the new administration in Washington, وزیر خارجه هم پیامی داشت به انگلیسی. But the current window is fleeting. پیامی ظاهراً خطاب به همتایانش در غرب و به خصوص در آمریکا. محمد جواد ظریف گفت فرصت زیادی نمانده. به زودی دولت ایران بر اساس مصوبه مجلس موظف است که همکاری‌هایش را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش دهد. چیزی که آمریکا آن را نوعی تهدید تلقی خواهد کرد. تهدید به دور شدن هرچه بیشتر از توافق هسته‌ای. صنعت هسته‌ای ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتاً در فتوا. این تهدید بعد از سخنان 2 شب پیش وزیر اطلاعات که برای اولین بار از تریبون اصلی کشور از امکان ساخت بمب اتمی از سوی ایران سخن گفت. یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست. سخنانی با تبعات زیاد و از جمله بی‌خاصیت کردن فتوای رهبر کشور. این خبرنگاران دیشب در جلسه خبری سخنگوی کاخ سفید. این سخنگو گفت برای ما هنوز روشن نیست که وزیر اطلاعات ایران از جانب خودش سخن میگفت یا نه، اگرچه ما البته آن را در نظر داریم و آن را بسیار نگران کننده میدانیم. ظاهرا هر روز این بحران هسته‌ای اوج تازه‌ای می‌گیرد. کسری نجی، بی بی سی. حرفای وزیر اطلاعات ایران درباره احتمال مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای کاملاً مخالف منافع ملی است و شاید برای ایران پیامدهای جدی داشته باشد. این بخشی از یادداشت خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران است که از اظهارات بی‌سابقه محمود علوی انتقاد کرده.
او پریشب گفت ایران اگر مجبور شود شاید به طرف سلاح هسته‌ای برود. تسنیم همچنین با اشاره به حرفهای آقای علوی در مورد نقش یک عضو نیروهای مسلح در مقدمات ترور محسن فخری‌زاده دستن در کار ارشد برنامه هسته ایران او را به مسئولیت گریزی متهم کرده. همکارم امید منتظری با ما هست در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. سوال امید، سوال اینه که اگر حرفهای آقای علوی عجیب بود و کمی شاید بی سابقه، این انتقادهای وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران هم خیلی بی سابقه است. یک وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران و انتشار مطلبی بدون نام، یعنی مطلب به یک معنا بازتاب نظر این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بوده که توش به صراحت گفته شده که آقای علوی در زمینه منافع ملی کاملا مغایر عمل کرده و در زمینه گفته هاش در مورد ترور آقای فخری زاده هم در واقع مسائل امنیتی و اصول اون رو رعایت نکرده. این دقیقا مسئله‌ایه که در گزارش هایی که از صحبت های آقای علوی هم در اومد ناگفته باقی موند. اینکه آقای علوی ناراحت بود از اینکه برخی از انتقادها به خودش برمیگرده، اینکه گفته شده که آقای علوی بدون سابقه امنیتی وارد این کار شده و آقای روحانی گفتن که توسل کن به حضرت زینب و به حضرت زهرا توسل کن و آقای علوی این رو به صراحت در این مصاحبه گفته، حالا دارن علیهش استفاده میکنن و میگه که کج فهمی شده در مورد این، ولی واقعیت اینه فشار روی آقای علوی بی سابقه است، قبل از این بدین شکل بدین حجم نبود و اون هم داره به صراحت بهش اشاره میکنه، میگه اگر که شما دارین به راننده این اتوبوس انتقاد میکنین، خب این که نمیشه، معنیش این نیستش که این اتوبوس تنها داره حرکت میکنه و به نحوی مسئله رو به دفاع از کارنامه خودش و کارنامه وزارت اطلاعات اختصاص داده بود تو مصاحبه. در عمل هم به نظر میاد علنی شدن این شکاف بین نهادهای امنیتی در داخل ایران هم هست صحبتهای آقای علوی. به هر صورت فشار روی نهادهای امنیتی ایران در یک سال گذشته اتفاقاتی افتاده، از جمله رشته آتش سوزی ها و خرابکاری ها که خب یک موردش سایت نطنز بود، گفتن خفته امنیتی وجود داره، در محسن فخری زاده بود، گفتن خفته امنیتی وجود داره و آقای علوی اومده صراحتا گفته ما اطلاع داده بودیم نمیتونستیم دخالت کنیم. خبرگزاری تسنیم میگه این به معنای مبرر کردن وزارت اطلاعات و اینکه یک دستگاه دیگه رو دارین نشون میدین که بی سر و سامانه. این اختلاف ها در واقع رقابت ها تازه نبود، ولی این شکل رسانه‌ای شدنش به هر صورت جدیده و یه جوری این اختلاف و رقابت رو که ایجاد کرده باعث شده حیطه بندی های امنیتی اطلاعاتی در ایران به نظر برسه به هم خورده و الان به جایی برگشتیم که اوایل دهه 60 وقتی که ستاد امنیت کشور رو زدن میخواستن چند نهاد اطلاعاتی رو با هم هماهنگ کنن، منجر به تشکیل وزارت اطلاعات شد، بعد وزارت اطلاعات و چند سازمان دیگه شورای هماهنگی رو تشکیل دادن و این شورای هماهنگی هم به نظر میرسه شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی هم کارکرد خودشون نداشته و که اختلافات به این سطح در واقع به رسانه ها کشیده شده. ممنونم ازت امید. امید منتظری همکار با چند خبر کوتاه به گزارش شبکه خبری سی بی سی کانادا، مقام‌های این کشور در حال بررسی یک فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران هستند که در آن جزئیاتی متفاوت از سرنگونی هواپیمای اوکراین گفته شده. در این فایل صدایی که گمان می‌رود متعلق به محمد جواد ظریف باشد، شلیک عمدی به دست عوامل نفوذی را از جمله احتمالات می‌شمارد و می‌گوید حقیقت این ماجرا هرگز فاش نخواهد شد چون به صلاح منافع ملی نیست. این در حالی است که مقام‌های ایران گفتند شلیک به این هواپیمای مسافربری خطای انسانی بوده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته ادعای وجود چنین نواری خلاف واقع است. در ایران حکم 6 سال زندان سها مرتضایی فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او یکی از فعالان مدنی است که بعد از سرکوب اعتراض‌های آبان پارسال دستگیر شده.
خانم مرتضایی به خاطر تحصن در دانشگاه تهران به اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود. او در اعتراض به ستاره دار شدن و محرومیتش از تحصیل تحصن کرده بود. در انفجارهای امروز در کابل پایتخت افغانستان دست کم 2 نفر کشته شدند و 3 نفر زخمی. کابل صبح امروز شاهد 3 انفجار بوده که در فاصله 1 ساعت از همدیگه اتفاق افتادند. انفجار دیگه هم بعد از ظهر پایتخت افغانستان رو لرزوند. پلیس گفته محمد زای کوچی مسئول حوزه 5 امنیتی کابل در یکی از این انفجارها جان باخته. مسئولیت این انفجارها رو هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. همکارم روین رهنوش از کابل با ما هست. روین، انفجارهای زیادی رو امروز شاهد بودیم، کمی بهمون از جزئیات اونها بگو. مجید، میشه گفت که مواجهه با صحنه‌های ترور و انفجار این روزها بخشی از زندگی روزمره مردم به ویژه کابل شده و صبح امروز هم اولین انفجار ساعت 8 در ساحه پغمان یک موتر پلیس را هدف قرار داد که پلیس گفت که تلفات به دنبال نداشت. انفجار دوم هم حدود نیم ساعت بعد در قوای مرکز از مرکزی ترین بخش های کابل یک موتر را هدف قرار داد که به گفته پلیس 4 نفر در او زخمی شدند. و انفجار سوم هم 10 دقیقه بعد از این انفجار رخ داد که موتر عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل هدف قرار گرفت و خود عامر حوزه هم در این انفجار کشته شد. مسئولیت این رویدادها را هرچند گروه بدوش نگرفته، ولی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته که کار گروه طالبان هست و انتقام عامر حوزه 5 را هم میگیره. و البته بعد از ظهر امروز هم این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که و گزارش‌هایی که انفجار رخ داده، ولی پلیس گفته که یک خودرو آتش گرفته. مشخص نیست که حالا به دلیل انفجار بوده و یا دلیل دیگری داشته. امروز در ننگرهار هم یک انفجار ماین کنار جاده موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد که 2 نفر زخمی شد. دیروز هم در حمله مردان مسلح ناشناس 4 کارمند وزارت احیاء و انکشاف دهات در کابل ترور شدند و موتر وزارت خارجه هم هدف ماینه مغناطیسی قرار گرفت که 1 نفر کشته شد. این همه در حالی است که شبکه فاکس نیوز گزارش داده که در جریان 1 سال گذشته هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان کشته نشده و آخرین اتفاق کشته شدن یک نیروی آمریکایی در افغانستان هم برمیگرده به ماه جنوری سال گذشته میلادی. و اگه خیلی کوتاه بگی، هیچ نشانه ای هست از اینکه کارش گروهی است؟ نه، معمولا این انفجارها تقریبا در این اواخر هرچه انفجار در این 2-3 ماه رخ داده هیچ گروه مسئولیتش را بر دوش نگرفته. دولت میگه که کار گروه طالبان هست، ولی گروه طالبان هم دست داشتن در چنین رویدادهای را در مورد رد کرده و در مورد هم سکوت اختیار کرده. ممنون از این روین رهنوشم کارم از کابل. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم. 42 سالگرد انقلاب ایران زیر سایه اختلاف‌های داخلی بر سر مذاکره با آمریکا برگزار شد. در 4 انفجار در کابل پایتخت افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. معاون رئیس جمهوری وعده انتقام داده. در ادامه این برنامه، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات نادرست درباره کرونا که داده پزشکان را درآورده. رسانه‌های آمریکا می‌گویند دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور از عملکرد وکلایش در جلسه بررسی استیضاح او در مجلس سنا ناراضی است. وکلای آقای ترامپ دیروز در اولین جلسه محاکمه تلاش کردند با این استدلال که او از قدرت کنار رفته روند محاکمه را متوقف کنند، اما مجلس سنا در نهایت به قانونی بودن محاکمه او رأی موافق داد. مجلس نمایندگان آمریکا حدود 1 ماه پیش، زمانی که آقای ترامپ هنوز در کاخ سفید بود، به استیضاح او رأی داده بود. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، کمی اول بگو بهمون که دیشب چه گذشت، بعد بریم سراغ این که باید منتظر چه باشیم. جلسه با صحبت‌های نمایندگان مجلس که مسئولیت تشریح دلایل استیضاح رو داشتند آغاز شد. خیلی هم احساسی بود، به خاطر اینکه از امکاناتی مثل پخش کلیپ‌های
حمله به ساختمان کنگره استفاده کردن. خب بسیاری از این نمایندگان و سناتورهایی که اونجا بودن هدف این حمله بودن در اون روز و بسیارشون مخفی شده بودن چندین ساعت برای اینکه جان سالم به در برن از اون حمله. در نتیجه نشون دادن اون تصاویر به تبع تأثیر خودش رو میتونست بذاره و بسیار هم استدلالشون در روز اول تأکیدشون بر این بود که بر اساس قانون اساسی آمریکا و با توجه به اینکه مسبوق به سابقه است، عجیب نیست که وقتی که یک رئیس جمهوری از قدرت کنار میره باز هم بشود او رو استیضاح کرد و محاکمه کرد در مجلس سنا و تنبیه کرد. تنبیهی هم که وجود داره عمدش همین است که اجازه شرکت در هیچ انتخابات دیگری رو به کسی که محکوم شده ندن. در مقابل وکلای آقای ترامپ قرار بود بیاین صحبت کنن در مورد اینکه نه، رئیس جمهوری که از کاخ سفید رفته دیگه استیضاح کردنش بی‌معنی است، ولی وقتی که نوبت اونها شد خیلی به محتوای این استدلال نپرداختن و از این شاخه به اون شاخه، مخصوصا وکیل اول میپرید و در نتیجه نارضایتی ایجاد شده. هم خود آقای ترامپ از قرار معلوم بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا خشمگین بوده، هم سناتورهای جمهوری خواه که در جلسه بودن، چه اونهایی که طرفدار آقای ترامپ هستند چه اونهایی که منتقدن، همه آمدن گفتن که این عملکرد بسیار ضعیفی بوده و به این پرسش اساسی که آیا اگر کسی در روزهای آخر دست به تخلفی بزنه نمیشه استیضاحش کرد، پاسخ ندادن که تکلیف چه میشود اگر یک رئیس جمهوری در ماه آخر یا هفته های آخر دست به کارهای بزند که خلاف قانون باشه، اگر نمیشود او رو بعد از خروج از قدرت استیضاح کرد. به همین جهت روز خوبی برای تیم آقای ترامپ، تیم دفاعی آقای ترامپ نبود. و حالا که میدونیم که این محاکمه برگزار خواهد شد، کمی بهمون بگو که در طول چند روز آینده باید منتظر چه باشیم، چه روندی رو طی میکنه؟ در روزهای آینده وارد اون محتوا میشن که چرا نمایندگان مجلس او رو استیضاح کردن. همین اتهامی که او تشویق کرده بوده این تظاهر کنندگان رو که به حمله بکنن به ساختمان کنگره رو، وارد جزئیاتش میشن. طبیعتاً تیم آقای ترامپ هم با کلاش دفاع خواهند کرد و احتمالاً استدلال اصلیشون این خواهد بود که اینکه دیگران حمله کردن به ساختمان کنگره مسئولیتش با آقای ترامپ نیست، و در نهایت رأی‌گیری میکنن. گویا اینکه دیروز 56 سناتور از جمله 56 سناتور جمهوری خواه رأی دادن، همراهی کردن با دموکرات‌ها و گفتن این محاکمه قانونی است، ولی به این معنا نیست که این روند در روزهای آینده، احتمالاً در یک هفته آینده طول بکشه، یه خورده شاید کوتاه‌تر، منجر به محکوم شدن آقای ترامپ بشه. چون میدونیم در مجلس سنا شما به رأی 2/3 سناتورها نیاز دارید برای اینکه آقای ترامپ رو محکوم بکنید. به این معناست که از 100 سناتور 67 تاشون باید رأی به محکومیت بدن و فقط تا اینجا 56 تاشون همراهی کردن، یعنی 6 سناتور جمهوری خواه. به همین جهت امید چندانی دموکرات‌ها ندارن که او محکوم بشه و ممنوع بشه از اینکه بار دیگه وارد انتخابات بشه، ولی معتقدن که به هر حال باید این کار رو انجام بدن تا هزینه چنین کاری در آینده برای رؤسای جمهور بعدی بالا بره. ممنون ازت بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک. ما چند خبر کوتاه. در میانمار معترضان به کودتا با زیر پا گذاشتن دستور ممنوعیت عبور و مرور برای پنجمین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند. در این تظاهرات گروه‌های مخالفی از کارمندان دولت، دانشجویان و معلمان شرکت کردند. نظامیان میانمار می‌گویند در انتخابات 3 ماه پیش تقلب شده و به همین خاطر دست به کودتا زدند. در این انتخابات حزب آنگ سان سوچی برنده شده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا از تشکیل دولت موقت لیبی استقبال کرد. هفته گذشته طرفهای درگیر در جنگ داخلی لیبی با تشکیل دولتی انتقالی به ریاست یک نخست وزیر و زیر نظر یک شورای 3 نفره ریاست جمهوری موافقت کردند. هدف از تشکیل این دولت جایگزینی برای رقابت میان دو گروه مستقر در ترابلوس و بنغازی است. در صورت موفقیت در تشکیل دولت انتقالی، لیبی در سال جاری میلادی شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. دولت پرو به هزاران زن که به اجبار نابارور شدند غرامت پرداخت می‌کند. حدود 300 هزار نفر که بیشترشان زنان بومی هستند، بر اساس برنامه کنترل زاد و ولد در دولت آلبرتو فوجیموری
رئیس جمهوری پیشین پرو نابارور شدند. گزارش‌ها حاکی است این اقدام با آگاهی کامل و رضایت زنان انجام نشده. تا کنون 2000 نفر ثبت شکایت کردند. پارلمان نیوزیلند از مجبور کردن یک نماینده ماوری به پوشیدن کراوات عقب نشینی کرده. هفته پیش این نماینده چون حاضر نبود کراوات بزند، جلوی سخنرانیش در پارلمان گرفته شد. او پیشتر کراوات را نمادی استعماری خوانده بود. در پی این اتفاقات رئیس مجلس این کشور گفته قانون مربوط به پوشش در پارلمان را تغییر می‌دهد. جنگ لفظی بین کارشناسان و سیاستمداران درباره مأموریت سازمان بهداشت جهانی در ووهان بالا گرفته. در پایان این مأموریت دیروز کارشناسان سازمان بهداشت جهانی احتمال آمدن ویروس کرونا از یک آزمایشگاه در چین را رد کردند. اما بعضی مقام‌های آمریکا خواهان انجام تحقیقات مستقل در ووهان شدند. همزمان در پی افزایش انتقادها از عملکرد اتحادیه اروپا در واکسیناسیون سراسری، مقام‌های این اتحادیه به کاستی‌های خود اذعان کردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. پایان مأموریت کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در چین. به ووهان آمده بودند تا درباره منشأ ویروس کرونا تحقیق کنند. نتیجه نمیدانیم کرونا از کجا آمده، اما میدانیم از کجا نیامده. نتونستیم هیچ حیوانی رو به عنوان حامل این بیماری شناسایی کنیم. این ویروس در هیچ یک از گونه های حیوانات در چین به طور گسترده شایع نبوده. بعضی منشأ کرونا را این آزمایشگاه در ووهان می دانند، جایی که بنابر گزارش ها روی گونه های مختلف این ویروس تحقیق می کرده. نظریه ای که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی بعد از بازدید از ووهان آن را رد کردند. گروه بزرگی از کارشناسان اینو بررسی کردند، به آزمایشگاه‌های مختلفی در این منطقه رفتند، با افراد مختلفی هم صحبت کردند. سوال‌های مهمی هم پرسیدند و به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی بسیار بعید است. این گروه حالا یک احتمال دیگر را هم در نظر دارد، اینکه کرونا ممکن است در غذاهای منجمدی بوده باشد که از دیگر کشورها به چین وارد شده. همان نظریه‌ای که ماهاست دولت پکن تبلیغ می‌کند. همین باعث شده عده‌ای استقلال تیم سازمان بهداشت جهانی را زیر سوال ببرند. یکی از آنها ریچارد ایبرایت، استاد بیولوژی شیمی در دانشگاه نیوجرسی. مأموریت سازمان بهداشت جهانی یک نمایش تصنعی بود. هیچ اعتباری ندارد. اعضایش مایل و حتی در یک مورد مشتاق هستند که در انتشار اطلاعات غلط مشارکت داشته باشند. آمریکا هم خواهان انجام تحقیقات مستقل است. درسته که ما دوباره به سازمان بهداشت جهانی پیوسته ایم، اما در برنامه ریزی و اجرای این تحقیق نقشی نداشتیم. برای ما خیلی مهمه که خودمون کارشناسانی در سفارتمون در پکن داشته باشیم، یا اینکه مطمئن بشیم که چشم و گوشهایی اونجا داریم. چشم ها همزمان در انتظار محموله های واکسن مخصوصا در اروپا. در پی تمام شدن آن در بعضی کشورها و افزایش انتقادها از مقامها. اینکه برای خرید واکسن دیر دست به کار شدند. رئیس کمیسیون اروپا میگوید وجود کاستی ها را قبول دارد، اما همچنان معتقد است واکسیناسیون یک پارچه و همزمان در تمام کشورهای عضو تصمیم درستی بوده. ما مشکلات تولید انبوه واکسن را دست کم گرفتیم. صنعت باید خودش را با سرعت چشمگیر علم هماهنگ کنه. ما به مشکلات تولید انبوه آگاهیم، اما اروپا میلیاردها یورو سرمایه گذاری کرده و ما از اعضا میخواهیم برای واکسیناسیون سراسری برنامه ریزی کنند. Urged the member states to plan their vaccine rollout. با وجود انتقادها از عملکرد بروکسل، افزایش امیدها به آینده‌ای خالی از کرونا. در پی بهبودی خواهر آنژه، راهبه فرانسوی، نابینا و ناتوان از راه رفتن، اما آماده برای جشن فردا، روز قدم گذاشتن به 117 سالگی و نگه داشتن رکورد مسن‌ترین فرد در اروپا. باران عباسی، بی بی سی. هزاران پزشک در سراسر جهان از مردم خواستند تا از دیدن ویدئوهایی که در اونها ادعاهای نادرستی درباره شیوه‌های پیشگیری یا مداوای کرونا مطرح شده پرهیز کنند. سینا کویچا، خبرنگار بی بی سی، مردی رو در هند شناسایی کرده که در یک نمونه از این ویدئوها به غلط مدعی شده تنفس بخار آب مانع ابتلا به کرونا میشه.
پیام تصویری که مادرم از واتساپ فرستاده. امروز من یه چیز خیلی مهم و اطلاعات خیلی ضروری رو با شما در میان میذارم که میتونه همه ما رو از ویروس کرونا نجات بده. روش خیلی ساده است. شما باید بخار خالص استنشاق کنید. بخار آب. البته که این حقیقت نداره، ولی این ویدیو صدها هزار بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده. میخواهم بدانم چه کسانی این کلیپ را دیدند و از کجا آمده. سلام مامان. سلام سیما. حالت چطوره؟ خوبم، ممنون. این کلیپی رو که برام فرستادی فکر میکنی چند نفر دیدنش؟ خیلیا. فکر میکنم خیلیا. در بریتانیا هراس از واکسن در بین سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی به یک مشکل تبدیل شده. بخشی از آن ناشی از اطلاع رسانی غلط است. توانستیم مردی که در کلیپ است را شناسایی کنیم. نیلاش جاگل یک مهندس شیمی است در ایالت گجرات هند، صاحب یک کلینیک. از او پرسیدم که چرا اطلاعات غلط منتشر می‌کند. هیچ کدوم از کادر ما یا حتی دکترای ما تا حالا کرونا نگرفتند و گروهی که این روش رو امتحان کردن از ویروس کرونا در امان ماندن. ولی این درست نیست. دکترها اینجا میگن چیزی که شما میگین دروغه. دارید زندگی مردم رو به خطر میندازید. خب من خیلی در جریان اون چه دکترها یا بقیه میگن نیستم. هر قصدی که او از این کار داشته باشد دکترها اینجا ناخشنودند. این دقیق ترین روشه. مؤثرترین روش برای جلوگیری از ویروس کرونا است. این منو خیلی عصبانی و ناراحت میکنه. این جور آدما که اطلاعات اشتباه منتشر میکنند یا امید غیر واقعی به مردم میدن باید حتما دستگیر بشن. به نظر من نباید برای این جور ادعاهای ثابت نشده وقت تلف کرد. ارزشش رو نداره. میتونه زندگی مردم رو تهدید کنه. باید شبکه‌های اجتماعی این دست اطلاعات رو حذف کنن. واتساپ میگوید اقداماتی را برای جلوگیری از انتشار اخبار دروغ انجام داده و فیسبوک هم گفت که بعد از هشدار ما این پست را حذف کرده. دولت بریتانیا میگوید قرار است 23 میلیون پوند برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا هزینه کند، ولی این دست توصیه ها مثل شعله آتش پخش می شوند و برای متخصصان خونسا کردن مؤثر و سریع این شایعات در اولویت است تا جانهای بیشتری را نجات دهند. سیما کتچر، بی بی سی نیوز، لندن. این خبرنگار استنشاق بخور عنبر نسارا رو هنوز ندیده که باید راجع به اونم یه گزارشی تهیه بکنه. ممنون از همراهیتون. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر هم باشم.